خب توی ویدیوهای قبلی ما با بیسیک پرمیشن ها آشنا شدیم. حالا من توی این ویدیو میخوام توجه شما رو به این نکته جلب کنم. ما تا الان هر کامندی رو اجرا کردیم، دیدیم که اون کامند با همون یوزری که ما لاگین بودیم اجرا میشد، با همون یوزر آیدی و با همون جی آیدی وارد حافظه میشد و به تبع با توجه به دسترسی هایی که برای اون یوزر وجود داشت، اون کامند تا همون سطح دسترسی کارهایی که براش تعریف شده بود رو انجام میداد. ما دیدیم که توی فصل Users and Group Management فایل های یوزرها و پسورداشون توی فایل های ETC PassWD و ETC Shadow وجود داره. پرمیشن این دو فایل رو چک میکنیم با هم. ll/etc PassWD و ll/etc/shadow. فایل passwd رو میبینیم که کلن مجوزش برای آدر فقط رید هست، یعنی آدر عملا نمیتونن توش رایت انجام بدن. فایل شادو هم که کلن دسترسیش بست است، یعنی فقط یوزر اونره که میتونه با توجه به اینکه یو آی دی صفر داره اون قوانین پرمیشن رو بایپاس بکنه. ولی با توجه به اینکه ما یوزرهایی که میساختیم و تغییراتی که توشون اعمال میکردیم، میدیدیم که ما بعضی وقت مثلا کامند passwd رو فرضاً اجرا میکردیم برای تغییر پسورد یک یوزر، مثلا با یوزر حمید، و کامند passwd میومد پسورد رو برای یوزر حمید آپدیت میکرد. یعنی عملا کاری که انجام میداد، کامند passwd میومد فایل etc shadow رو، هشی که برای پسورد حمید بود رو آپدیت میکرد، در حالی که اون کامند passwd با سطح دسترسی حمید بود که داشت اجرا میشد. و اینجا میبینین که حمید اینجا توی سطح دسترسی فایل شادو جز گروه آدر محسوب میشه و هیچ دسترسی به این فایل نداره. منتها سوال اینجاست، خب اگر دسترسی وجود نداشته تا الان چجوری این کار داشته اتفاق میافتاده؟ تو این بحث ما با یک مطلبی روبرویم به اسم Advanced Permissions که سه نوع بیت خاص برای پرمیشن وجود داره که هر کدوم اونها یه معنی داره. مثلا بیت SUID اگر برای یک فایلی ست بشه، اتفاقی که میفته اینه که اگر اون فایل به صورت اجرایی قرار بگیره و اون فایل اجرا بشه، سطح دسترسی که اون برنامه وارد حافظه میشه با یوزر آیدی و گروپ آیدی اون یوزری که اون کامند رو اجرا کرده نیست، بلکه یوزر آیدی که برای اون یوزر برای اون برنامه اعمال میشه یوزر اونریه که برای اون فایل تعریف شده. یعنی اگر مثلا کامند passwd با یوزر حمید اجرا بشه و یوزر اونر فایل passwd روت باشه، به شرط اینکه بیت پرمیشن suid برای فایل passwd ست شده باشه، اون موقع کامند passwd با سطح دسترسی روت وارد حافظه میشه، با اینکه مثلا این کامند رو یوزر حمید اجرا کرده باشه. این مطلب رو چک میکنیم با هم رو سرورمون. من اول which passwd رو میزنم که ببینم کامند passwd کجاست و بعد با کامند ll permission کامند passwd رو میبینم. میبینید که جای x برای user owner بیت s ست شده و این به معنی اینه که برای کامند user bin کامند passwd که تو شاخه استش user استش bin قرار داره بیت suid ست شده و این به معنی اینه که هر کاربری اگر این کامند رو اجرا بکنه، به جای اینکه با سطح دسترسی اون کاربر این برنامه وارد حافظه بشه، با سطح دسترسی user owner خودش، یعنی user root هست که این برنامه اجرا میشه. به خاطر همین وقتی هر یوزری میاد کامند passwd رو اجرا میکنه و سعی میکنه پسورد خودش رو عوض بکنه،
این برنامه به خاطر ست بودن بیت SUIDش از لحاظ پرمیشنینگ با یوزر آیدی روت وارد حافظه میشه و به خاطر همین میتونه فایل ETC شادو رو آپدیت بکنه. برای مثال ما میایم یه برنامه ساده برای خودمون مینویسیم که این مطلب رو تست بکنیم. من یه فایلی درست میکنم به اسم read.c include میکنم stio.h رو، include میکنم assert.h رو و بدنه main رو تو c مینویسم. یه اشارهگر فایل تعریف میکنم مثلا میخوام همین فایل /etc/shadow رو باز بکنم. فایل رو میبندم و ریترن صفر. خب حالا این برنامه رو کامپایل میکنم. gcc read.c dash oil مثلا read. خب برنامه کامپایل شد، حالا من میام این برنامه رو اجرا میکنم. میبینید که میتونم به فایل ETC shadow دسترسی داشته باشم، چرا که اصلا با یوزر روت این برنامه رو اجرا کردم. حالا من میام همین برنامه رو با یوزر حمید اجرا میکنم. میبینیم که من نتونستم اصلا فایل رو باز بکنم و محتواش رو بخونم، چرا که این برنامه الان با یوزر حمید اجرا شده و به خاطر همین چون حمید اجازه دسترسی به فایل ETC shadow رو نداره، حتی اگه شما کتش هم بکنید بازم میبینید که پرمیشن خوندن رو ندارید. به همون دلیل من موفق نشدم که بتونم فایل shadow رو باز بکنم. ولی من میام چیکار میکنم؟ برای همین برنامه ریدی که نوشتم با زبان C میام بیت SUIDش رو ست میکنم، میگم chmod u plus s read. البته من باید یوزر روت باشم که بتونم این کار رو بکنم. chmod u plus s read در دو مرتبه su میکنم به یوزر حمید. خب الان میبینید که بیت suid برای برنامه read set شده و یوزر اونر برنامه read هم یوزر روت هست و من الان یوزر حمیدم. پس میام برنامه read رو اجرا میکنم و میبینید که میتونم فایل etc shadow رو بخونم. این واسه یه برنامه اینه که به صورت باینریه و کامپایل شده و مستقیما داره اجرا میشه. الان شما فایل رید بگیریم میبینین که بهتون میگه این برنامه اکزیکیوتیبل 64 بیتیه که کامپایل شده و داره کار میکنه. منتها اگه همین کار رو بخوایم با یه اسکریپت انجام بدین، اون وقت این اتفاق برای اسکریپت نمیافته. ببینیم اینو. مثلا من میام یه فایلی درست میکنم به اسم read.py، بعد مفسرش رو میگم user bin python، میگم def main و اینجا میگم if name مساوی main بود sys exit con main. خب حالا تو بدنه مینم میگم lines مثلا مساوی open vtc shadow read
و read lines. یه for line میزنم روی line ها و میگم stdout چاپ کن درصد s line رو. خب الان اگه من برنامه پایتون read.py رو اجرا بکنم میبینید که دقیقا همون جایی که من میخوام فایل etc shadow رو باز بکنم نمیتونم این کار رو بکنم. خب میام به برنامه خاصیت اجرایی میدم و میام خودم تبدیل به یوزر روت میکنم و بعد میام SUID رو برای read.python ست میکنم. الان SUID برای read.py هم ست شده. من مجددم به حمید سویچ یوزر میکنم و read.py میکنم. باز هم میبینیم که permission denied به من این خطا رو میده. دلیل این داستان اینه که شما وقتی یه برنامه اینترپرتی رو اجرا میکنین، یعنی قراره یه مفسری بیاد این برنامه رو اجرا بکنه، درسته که فایل read.py رو به ظاهر میبینین که خاصیت اجرایی داره، ولی واقعیت اینه که این فایل اجرا نمیشه، چرا که این فقط یک فایل متنیه و اگر بخواد این برنامه اجرا بشه باید با بیت SUID بخواد ست بشه، اونی که باید بیت SUID رو داشته باشه مفسریه که این برنامه رو اجرا میکنه، نه اینکه خود این فایل تکست بخواد بیت SUID رو بگیره. بنابراین اگر شما میخواید به یک برنامه مفسری دسترسی SUID بدین، اون موقع باید به اینترپرترش اینو بدین که اون وقت باید برید اینترپرترش رو پیدا بکنید، مثلا همین پایتون که باشه، یوزر بین پایتون رو وقتی ال بگیرید میبینید که خودش دوباره یه سیمبالیک لینک به پایتون 2، پایتون 2 همینطور به پایتون 2.7 و پایتون 2.7 اون برنامه اجراییه که واقعا داره اجرا میشه، که اگر من بخوام SUID بدم باید به این مفسر این بیت رو تخصیص بدم که اون وقت من تازه بتونم بیام به عنوان یوزر حمید read.py رو اجرا بکنم و محتویاتش رو بخوام. حالا اینجا من یه مشکل سینتکسی دارم، ویم read.py درصد مشخصش میکنیم و read.py رو اجرا میکنیم و بعد میبینیم که برنامه اجرا میشه. منتها ساید افکتی که این کار داره اینه که اون وقت دیگه بیت SUID فقط واسه این فایل نیست که ست شده، بلکه این بیت برای کل اسکریپت هایی که با پایتون اجرا میشن این اتفاق افتاده، که نیاز هستش که این نکته رو حواستون بهش باشه، به خاطر اینکه من نمیخوام کل اسکریپت هایی که حالا با پایتون اجرا میشن بیت SUID شون فعال باشه، من این بیت SUID رو برمیدارم. اینو بعد من به عنوان یوزر روت اجرا بکنم. به این صورت که الان من دیگه بیت SUID رو از این برنامه برداشتم. بیت بعدی که وجود داره و میتونیم اونو ستش بکنیم بیت SGID هست. البته یه نکته دیگه هم بگم، بیت SUID فقط روی فایل معنی میده و روی دایرکتوری ها هیچ معنی نمیده. بیت SGID هم روی فایل معنی میده و هم روی دایرکتوری ها. اگر شما بیت SGID رو روی فایل ست بکنین، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که اون برنامه ای که بیت SGID داشته باشه وقتی اجرا بشه با سطح دسترسی گروپ اونرش وارد حافظه میشه.
و اگر شما بیت SGID رو روی یه دایرکتوری ست بکنید، اون وقت فایل هایی که درون اون دایرکتوری ساخته میشن گروپ اونرشون بسته به اینکه تو اون دایرکتوری بالادستیشون گروپ اونرش چیه، با گروپ اونر دایرکتوری بالادستشون ساخته میشن، نه با گروپ اونر یوزری که اون فایل رو ساخته، یا بهتره بگم با GID که اون یوزری که اون فایل رو ساخته به عنوان گروپ اونر فایل ست بشه. میریم تستش بکنیم. من برمیگردم دو مرتبه لینوکسم و اینجا یه دونه دایرکتوری درست میکنم، مثلا اسمشو میذارم test.dir. خب من الان SGID رو روی این دایرکتوری ست نکردم. به این دایرکتوری برای آدرش دسترسی رایت رو میدم که دیگران بتونن بیان توی این دایرکتوری فایلاشون رو بتونن بسازن. پس من به او دسترسی رایت رو میدم. خب حالا من سویچ یوزر میکنم به یوزر حمید و میرم درون دایرکتوری test.dir و اونجا مثلا یه فایلی رو تاچ میکنم، یه فایل مثلا. الان همینطور که میبینین چون من با یوزر حمید لاگین کردم، فایلی که میسازم پیش‌فرض یوزر اونر و گروپ اونرش خودمم. ولی اگر من بیام با یوزر که اونر اون فایل هست که یوزر روت باشه، من برای آدر مزد میخوام، برای گروپ اونر بیت SGID رو ست بکنم، یعنی بگم chmod g plus s test.dir. اون وقت اگه شما پرمیشن test.dir رو ببینیم، میبینیم که x که برای گروپ اونر هست تبدیل به s شد. این به این معنیه که SGID برای این دایرکتوری سته. حالا اگر من با یوزر حمید سویچ یوزر بکنم و بیام درون test.dir یه فایل جدید رو تاچ بکنم، میبینید که فایل b گروپ اونرش فایل گروپ اونرش گروه روت هست، که این نشون میده که بیت SGID روی این دایرکتوری تاثیر گذاشت. حالا من اگه بیام یه دایرکتوری دیگه ای درست کنم، مثلا تست 3، شما میبینید که تست 3 هم دو مرتبه اون هم گروپ اونرش روت هست و بیت SGID تست 3 هم سته. یعنی من اگر حتی وارد دایرکتوری تست 3 بشم و بیام یه فایل دیگه ای رو تاچ بکنم، باز هم میبینید که گروپ اونر این فایل جدید هم به اسم گروه روت ست شده. مطلب بعدی یا بیت بعدی بیت استیکی بیت هست، که بیت استیکی برای فایل ها معنی نداره و فقط روی دایرکتوری ها معنی میده و کاری که میکنه اینه که باعث میشه حتی اگر برای آدر ما دسترسی کامل داشته باشیم، رید رایت اکزیکیوت داشته باشیم، جلوی یوزرها رو برای پاک کردن فایل های همدیگه میگیره. یعنی اگر شما رو آدر دسترسی فول داشته باشین، یه یوزر بیاد اونجا یه فایلی درست کنه و یه یوزر دیگه هم بیاد اونجا یه فایلی درست کنه، نه یوزر یک میتونه فایل یوزر دو رو پاک کنه و نه یوزر دو میتونه فایل یوزر یک رو پاک بکنه. یکی از شاخه‌هایی که تو لینوکس به طور پیش‌فرض بیت استیکیش سته شاخه استش تمپ هست. شما الان اگر شاخه استش تمپ رو نگاه بکنید، میبینید که برای ایکس آدر بیت تی ست شده. این به این معنیه که استیکی بیت برای این شاخه سته. یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم برای آدر ما دسترسی فول داریم، رید و رایت رو داریم، پس میتونیم اونجا فایل بسازیم، به خاطر خاصیت رایتمون میتونیم هر فایلی رو دیلیت بکنیم، ولی به خاطر استیکی بیت ست بودن بیت استیکی برای این شاخه نمیتونیم فایل یوزرهای دیگر رو پاک بکنیم. مثلا من الان اگه برم به شاخه استش تمپ و اینجا یه فایلی بسازم به اسم مثلا فایل اف رو تاچ بکنم، میبینید که اف الان یوزر اونر و گروپ اونرش فایل حمید هست و اگر ما سویچ یوزر بکنیم مثلا به یوزر آرش و آرش به شاخه استش تمپ بره، میبینید که اگر آرمف
فایل F رو درخواست بده، با اینکه روی شاخه استش temp دسترسی فول داره ولی نمیتونه این فایل رو پاک بکنه. این بنا به خاصیت استیکی بیت هست. خب این بحث هم به پایان رسید، من همینجا ویدیو رو متوقف میکنم.